با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. برنامه امروز تماما اختصاص داره به مجموع مسائل زنان. میخوایم در ارتباط با مجموع سیاست های رژیم اسلامی در ارتباط با زنان و جنبش اونها و خواست های اونها به ویژه در هفته های اخیر گفتگوی بکنیم با یکی از فعالین جنبش زنان در آلمان، خانم همیلا نیسکیلی، و از اون میخواییم که اگر بخواد بیلان این رژیم و همچنین دولت حسن روحانی رو در ماها و هفته های اخیر مورد تجزیه و تحلیل قرار بده در ارتباط با مسئله مشخص زنان، خواستای اونها و جنبش اونها، میتونه روی چه نکاتی انگشت بذاره. نخستین مورد من فکر کنم باید به خیزی که رژیم برای خانه نشین تر کردن هرچی بیشتر زنان برداشته با شعار ضرورت افزایش جمعیت بپردازیم. نظر شما چیه؟ با سلام به شنوندگان و بینندگان رادیو تلویزیون برابری. درسته، کاملا من هم موافق این هستم که در واقع اون چی که رشته اصلی تعیین سیاستی است که در رژیم ایران در مجموع خودش پیش میره در رابطه با مسائل زنان در ایران، طرح تعالی افزایش جمعیت که یک طرح بسیار گسترده ای هستش و در اون مطابق قراری گذاشتن که 5 ساله به در واقع اجرا در بیاد، خیلی از به حساب زمین های بسیار مختلف رو در بر میگیره، از دادن انواع و اقسام وعده های مالی به خانواده هایی که در واقع طبیعی هستش که نیاز دارن، به نیاز مالی دارن، و تا حساب معاف کردن از در واقع سربازی، تا دادن بالا بردن تعداد بچه ها به نسبت بالا بردن تعداد بچه ها، بالا رفتن سنواتی که جزء بازنشستگی حساب میشه و بهش در واقع بازنشستگی تعلق میگیره، و اما اقسام وعده های متفاوتی که دادن سکه، و به ویژه علاوه بر این توش هستش که در واقع چگونه وکلا موظف میشن که برای اونایی که مراجعه به طلاق میکنن سعی کنن که اونها رو برگردانن به تشکیل خانوادهشون بدن و بمانه خانواده پاشیده نشه، و وکلای که تعداد این در واقع طلاق منجر به طلاق توشون بالا بره، حق کار ازشون گرفته میشه، حق وکالت ازشون گرفته میشه کلن، تا برای استخدام های در محیط های کار که کلن حساب اول حتی مردان هم، مردان متأهل رو در هیئت های علمی، واقعا یک طرح بسیار گسترده هستش که قرار تا 5 سال مهلت هستش برای اینکه این طرح به اجرا در بیاد، به کلی قسمتاش به اجرا در بیاد، و این در واقع به کلا میشه گفتش که استراتژی جمهوری اسلامی هستش برای حفظ رژیم خودش، و این رو هم من باید واقعا بهش اشاره بکنم که در واقع جمعیت برای جمهوری اسلامی مطرح هست، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی از ابتدای موجودیت خودش فکر تشکیل امپراتوری اسلامی رو در ذهن خودش داشته، خود آقای خمینی، و توی این امپراتوری اسلامی شیعه ها یک اقلیت کوچکی از جامعه اسلامی هستن و بخش بزرگ اسلامی در واقع سنی ها هستن که همین خلافت اسلامی میشه که داعشی ها دارن در واقع اعلام میکنن رسماً آوردن، و جمهوری اسلامی برای مقابله با اون اکثریت سنی در واقع تلاش میکنه جامعه ایران رو
که هنوز برای این 80 میلیون جمعیتش آب و نان و کار نداره، میخواد به 150 حداقل و تا 200 میلیون برسانه. و معلوم نیستش که این بچه‌هایی که به دنیا میان چطور تامین کنن شد. امیلای عزیز، یکی دیگه از اقداماتی که رژیم کرده به ویژه در ارتباط با سیستم آموزشی هست، به ویژه در دانشگاه. خب رژیم بارها پنهان نکرده که از این وضعیت دانشگاه ها که عملا 60% رو دانشیان دانشگاه ها و آموزش عالی رو دختران تشکیل میدن ناراضی هست، درست؟ در نتیجه از همون دوره احمدی نژاد سیاستی رو آغاز کرد که کماکان هم ادامه داره و اون سیاست تک جنسیتی کردن دانشگاه ها، تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و همچنین حذف یک سری از رشته ها، آموزش در یک سری از رشته ها برای زنان هست و در راستای همون استراتژی خانشین کردن زنان برای چی؟ تولید مثل و خانه‌داری و مادری و اینا. در این زمینه رژیم دیگه چه سیاست هایی را بخصوص الان آماری اومده که اخیراً توسط سازمان نهضت سواد آموزی منتشر شده و اون افزایش نرخ بی سوادان زن هست، یعنی نسبت اونها به مردان. آمار اومده که 2/3 بی سوادان ایران زنان هستن، یعنی رژیم به لطای فلحیل سعی میکنه زنان رو از آموزش به ویژه آموزش عالی باز بداره و اونها رو به ازدواج زودرس وادار بکنه و از طریق یک سری مشوق‌های مالی و غیره و اینا. یعنی تو این زمینه به ویژه در دولت روحانی آیا شما معتقدید که این سیاست کماکان پیش رفته، یا همون سیاستی که دوره احمدی نژاد هم شدت گرفته بود داره کماکان تداوم پیدا میکنه یا نه ما شاهد سیاست‌های دیگری هستیم؟ ببینید مثلا سر این نستش که آقای روحانی وقتی سر کار آمد وعده خاصی اتفاقا نداد راجع به زنان و از اول این در واقع بخشی از اون نیروهای لیبرال داخل ایران یا در خارج از ایران و در واقع اصلاح طلبای داخل هستن که یک ادعاهایی کردند که مثل این که چیزی اونا از اول چیزی ندادن. در مقابل اینکه تحت عالی جمعیت آمده بود یک منشوری آقای روحانی دادش که توش چی نیست، یعنی یک قول قراری هم نداده بود این طرف، یعنی اصلا به نظر من این در عوض از ابتدای روی کار آمدن آقایان این گذاشته بوده از ابتدا هم چیز بین المللی و در اون هم در واقع با پیش میره سیاستش در اون رابطه پیش میره و واقعیت اینه که جامعه ایران که در مقابل ترس از اون شروع جنگ داشته شو با تحریم‌های بزرگ اقتصادی روبرو بود خودش رو در با همون ادعاهایی که در رابطه با یا در عمل هم شده که کمی در تنش زدایی در روابط خارجی صورت بگیره در واقع این جامعه رو آرام کردش. بلا از ابتدای روی کار آمدن آقای روحانی یکی پس از دیگری ما واقعا قوانین در واقع ضد زنان به اجرا در اومده. آقای روحانی البته خانم ملارودی گذاشتن به عنوان مشاور زنان خودشون که توی به حساب اصلاح طلبا یک چهره شناخته در رابطه شده در رابطه با زنان بودن توی اصلاح طلبا، ولی ایشون هم وقتی که دوباره اعتراضی به چیزایی کردن در دفترشون بسته شدش و وقتی هم که در دفترشون رو باز کردن که دیگه ایشون هیچ اعتراضی و دیگه هیچ صحبت رو در هیچ جایی حضوری ندارن. اینه که به نظر من این توهم که آقای روحانی سیاست جدیدی رو بخواد در رابطه با زنان در پیش بگیره نمیدونم میتونه از کجا اصلا بیاد، چون همچین قوانینی تغییر نکرده، همچین تغییراتی صورت نگرفته و واقعا در این دور هیچ جایی برای راز وجودی از جنبش زنان وجود نداشته. حتی این اواخر که شاید این هستیم که حتی خانم سیمین بهبهانی وقتی فوت کردش بنا به وصیت اون که هر در واقع
مذهبی لااقل رسم بر این بوده، انتظار این هستش که نسبت به آن چیزی که وصیت شده احترام قائل بشن. و خانم بهبهانی وصیت کرده بود که در گورستان امامزاده طاهر به خاک سپرده بشه، ولی از این هم ممانعت برمنه بودن. حتی در طرح تشییع جنازه، در مراسم تشییع جنازه خانم بهبهانی، هیچ کدام از زنان اجازه حضور و صحبت نداشتن. به نظر من این مشخص هست که به هر حال سیاستی که تا کنون پیش رفته از آقای روحانی به هیچ وجه چیز تازه‌ای رو در جمهوری اسلامی در رابطه با زنان نوید نداده و نمیده. بله دیگه، به هر حال آقای روحانی هم حافظ قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی هست که مبتنی بر تلفیق دین و دولت و خلاصه اجرای شریعت در همه امور هست. خب یکی دیگه از اقداماتی که ما شاهدش بودیم در هفته ها و ماه های اخیر، طرح جداسازی محل کار زنان از شاغلین مرد هست که اینو قالیباف شهردار تهران ابتدا توی شهرداری تهران اینو به مورد اجرا گذاشت و بعد الان به تدریج این امامان جمعه و کلیه به اصطلاح نهادهای رژیم دارن تشویق میکنن، یعنی توصیه دارن میکنن که در همه محلهای کار محل کار زنان از مردان جدا بشه. خب هدف رژیم از این طرح چیه؟ که به هر حال در طی 35 سال گذشته همیشه سعی داشته این اجرا بکنه ولی به دلایلی مثلا این به عقب افتاد. کاملا درست استش. این در واقع طرح تفکیک جنسیتی خب از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی یعنی قدرتگیریش رژیم در واقع طرح شد و تلاش شد براش و تو این رابطه خب بخشی صورت گرفت، یعنی هنوز توی به حساب اتوبوس ها و مترو قسمت های مردان و زنان رو جدا داره جامعه ایران. این تفکیک جنسیتی رو بخشی در واقع تعمیر شده بهش و بسیاری از در واقع زنان از فعالیت در بسیاری از عرصه‌های اجتماعی محروم بودن، کنار ماندن و در بس در اختیار سازمان‌ها و تشکل‌ها و گروه‌هایی که شکل می‌گرفت در واقع پا در سال پیش در بس دست مردها بودش یا حضور مردها بودش و که فرزن بخورش اجازه میداد که یا باید روی خیلی از چیزها در واقع پا میگذاشت، خیلی از مشکلات رو با خودش هموار میکرد و یا اینکه در واقع پی خیلی از چیزها رو خودش میمالید و یا اینکه با حمایت مردی در کنارش میتونست در این به حساب فعالیت ها شرکت داشته باشه. اینه که تفکیک جنسیتی چیز تازه نبوده، تلاشی که میکنن برای تفکیک جنسیتی واقعیت بخشش انجام شده، ولی اون چیزی که ولی خب این در سالهای آخر بیشه با رشد جامعه، چون واقعیت این هستش که ایران به مرور یک کشور سرمایه‌داری جا افتاده شده از برکت جمهوری اسلامی و این لازمه، یعنی از اون مناسبات در واقع پیش از سرمایه‌داری فاصله گرفته بشه در واقع به نسبت سال 57 قابل مقایسه نیست جامعه کنونی ایران و این جامعه نوین در واقع سرمایه‌داری ایران طبیعی هستش که ملازمات خودش رو داره، نیازهای خودش رو داره و توی این دیگه نمیتونه زن رو مثل سابق در واقع با اون شکلی که جمهوری اسلامی میخواد با قوانین شرعی خودش تطبیق بده به حساب اون تصویر از زن بتونه تحمیل کنه به جامعه، ولی علارغم اون این تناقض تو جامعه به شدت هست که به قدری در واقع قوانین ضد زن به قدری روی تعرض‌آمیز و در واقع عقب ماندگی های فکری و ذهنی مردان جامعه ایران رو تقویت کرده، گسترش داده، تثبیت کرده
که زنان بسیاری در محل کار، در بیرون جامعه خودشون رو در امنیت احساس نمی کنند، در بسیار از محل کار. الان نگاه کنید به همین تفکیک به حساب جنسیتی که در شهرداری صورت گرفت. آقای قالیباف ظاهرا خیلی موقعی که داشت انتخابات می شد ادعای بسیار مدرنیسمی داشتش، که اتفاقا اون از کسانی بودش که وعده هایی در رابطه با زنان می داد وقتی که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده، ولی به هر حال این تفکیک جمعیتی رو خود آقای قالیباف بهش رو در آورد. و توجه کنیم که واقعا در مقابل این تفکیک جمعیتی، تفکیک جنسیتی چیز به حساب خیلی جدی، اعتراض جدی سازماندهی نشد، صورت نگرفت. چرا؟ واقعیت اینو من فکر میکنم که خیلی از زنان در محیطهای کار به قدری از تعرض همکاران مذکر خودشون به سطوح آمدن، از این به حساب چیز جنگ روزانه که در رابطه با این هویت خودشون، در رابطه با بودن خودشون، خود بودن خودشون، در واقع توضیحی که باید بدن براش، باید بجنگن تو محل کارشون، خسته شدن که خیلی مخالف این نبودن که این محل کار جدا بشه و اینها بتونن راحت تر واقعا کار بکنن. ولی متاسفانه این راهش نیست، اینو باید در نظر بگیرن و نظامی در واقع زنان کارمند ما، زنانی که در بیرون کار میکنن، چه کارمند چه کارگر چه چیز، باید اینو در نظر بگیرن که این تفکیک جنسیتی کمکی به آسایش زنان، امنیت زنان نخواهد کرد. تجربه جوامع مختلف نشان داده که هرچه زن از این تفکیک جنسیتی بیشتر صورت بگیره، امنیت زنان بیشتر زیر سوال خواهد رفت، بیشتر زنان در خطر جدیتر تعرض قرار خواهند گرفت و به صورت جدیتر مورد تعرض قرار خواهند گرفت. و به خاطر همین امیدوار هستم که این بسیار نکات رو مورد دوباره باز نگری قرار بدن زنان و شاید سازماندهی بکنن چیزی در مقابل این تعرض آشکار. خب البته تا حدودی هم از دستشون خارجه، به هر حال رژیمی اومده میخواد این قوانین رو اجرا بکنه و زنانی که تن ندن متاسفانه با اخراج و تصفیه مواجه میشن. اما نکته درستی رو گفتید، حتی بخشی از زنان هم که هیچ پیوند مذهبی هم با رژیم ندارن به خاطر همین آزارها و اذیت‌های جنسی و لفظی که از طرف چه کسایی که مراجعه میکنن چه همکاران مرد باش دوچار بودن، به نوعی یا از این طرح استقبال کردن یا خیلی پاسیو و منفعل باش برخورد کردن، در صورتی که مثلا در جوامع مدرن سعی راهش تفکیک جنسیتی نیست، راهش اینه که با هر نوع آزار و اذیت و خشونت جنسی مقابله کنن. خب حمیلا، یکی از به اصطلاح نکات کلیدی که همواره جمهوری اسلامی از بدو پیدایش روش تاکید داشته، سلب آزادی پوشش از زنان و دختران کشور ما بوده و تحمیل حجاب اجباری. یعنی در واقع خمینی بنیانگذار این رژیم بسم تعالی خودش رو با همون فرمان حجاب اجباری در اسفند 57 در حالی که هنوز یک ماه از انقلاب گذشته بود شروع کرد، که با اون تظاهرات عظیم زنان آزادی کشور ما پاسخ کرد. اما رژیم در طول این 35 سال به هر حال تونسته تا حدی آزادی پوشش رو از زنان سلب بکنه، ولی در این حال نتونسته اون حجاب برتر به قول خودش یا حجاب مورد نظر خودش رو بر زنان تحمیل بکنه. طبق آخرین آماری که رژیم ارائه میده، نیروهای انتظامی ارائه دادن، سالی 500 هزار زن و دختر به خاطر بدحجابی بازداشت میشن، مورد به اصطلاح تذکر قرار میگیرن، ده ها هزار نفرشون یا به زندان میرن یا به دادگاه میرن و با پرداخت جریمه و یا با گذاشتن وثیقه آزاد میشن. درست؟ در هفته های اخیر یک جریانی به نام انصار حزب الله که در واقع یک گروه شبه فاشیستی، که از بازوهای شبه فاشیستی رژیم محسوب میشه، که خب مخالفت هم دارن با جناح
حاکم، دولت روحانی، و اینا گفتن ما یک گروه 4000 نفره تشکیل میشیم، خودمون دیگه منتظر گشت ارشاد نمیمونیم. قبلا این وظیفه بودی گشت ارشاد و نیروی انتظامی بود، ما خودمون حالا امر به معروف و نهی از منکر احتیاج به چیزی نداره. بعد موتور سوار و قرار بود در سراسر کشور این کارو بکنن که خب وزارت کشور باش مخالفت گفت کرد و گفت این باعث هرج و مرج میشه و اینا. اونا یه عقب نشینی تاکتیکی کردن همین گروه انصار حزب الله، ولی خیلی زود حامیان اونها یه طرح رو بردن الان به مجلس که این طرح دو بخش داره. یکی اینه که از این به بعد این آمران امر به معروف و نهی از منکر دیگه نیاز به مجوز وزارت کشور و نیروی انتظامی نداره. از سوی دیگر طرح عفاف و صیانت از حجاب رو بردن که میخوان تشدید کنن مجازات کسایی رو که دچار بدحجابی بودن و مثلا اومدن از گفتن جریمه از 2 میلیون ریال تا 10 میلیون ریال و همچنین گذراندن کلاس های آموزشی اجباری چی شدی. ما حاصل این کار این فاجعه ای است که اکنون ما در اصفهان شاهدش هستیم. خودت این پدیده رو چجوری بررسی میکنی و این آخرین اخبار مربوط به این فاجعه ای که داره در اصفهان رخ میده را هم با بینندگان ما در میان بذاری؟ ممنون میشم. خودت یه بخش بزرگی از اون چی که در واقع گذشت رو توضیح دادی، من تکرار نمی کنم. اخبار رو فکر می کنم برای بینندگان تلویزیون دنبال کردن، ولی واقعا شوک میگیره انسان از این همه سقاوت و وحشیگری در آخرین چیزی که منتشر شده. در واقع 3 نفر مورد تعرض امروز قرار گرفتن که 3 تا دختر که به صورت یعنی راننده اسید پاشیده شد، راننده در دم یعنی با ماشین کشیده شد به در واقع چیز کنار خیابان و تصادف کرد و از بین جانش از دست داد و 2 نفر دیگه هم سوختگی ناشی از اسید رو دارن و هم تصادفی که ماشین کرده در داخل ماشین شده. این داره ابعاد واقعا فاز تازه‌ای هستش از سقاوتی که علیه زنان در ایران داره صورت میگیره و این نوع وحشیانه ترین در واقع شکل مبارزه هستش برای کسانی که مخالف تغییر جامعه هستن. یعنی واقعیت این هستش که فاندامنتالیسم همیشه در جوامعی که در حال تغییر هستن به وجود میاد، صورت میگیره و در واقع اون قشری که مخالف تغییر جامعه هستن و خواهان بازگشت به دوران ما قبل تغییر هستن با انواع اقسام وسیله با استناد با فاندامنتالیسم خودشون با بنیادگرایی خودشون سعی میکنن که مقابل این تغییرات باستن، ولی تا این حد سقاوت و شقاوت رو واقعا من که اینقدر دنبال کردم و میخوانیم واقعا در تاریخ کمتر پیش آمده. یعنی به وسیله اسید بر روی زنان و دختران که خیلی تو خیابان فقط میگذرن، یعنی ببینید مقابله میشه حتی با نیروهایی که به عنوان در واقع یک نیرویی که معطوف به قدرت هست و این نیرویی که حاکم هستش با کلی نیروهای در معطوف به قدرت هستن در مبارزه هست، میتونه در واقع شقاوت های خیلی فجیعی در مقابل اونها بکنه و اینا رو تاریخ هم تاریخ کشور ما هم تاریخ دنیا در چیز چند تکش داره در چیزش گذرانده، ولی این نوع شقاوت که در خیابان در مقابل توده معمولی مردم که تو خیابان میگذرن یک رهگذر ساده با این به حساب این نوع برخورد کردن شقاوت واقعا تاریخ به چشم ندیده پیش نیومده تا این حد و این این نشان میده که تا چقدر این نیرویی که مقابل تغییرات در ایران باستاده تا چقدر این نیرو منزوی هست، تا چقدر این نیرو واقعاً
در واقع در حال در حال یا محکوم به از بین رفتن هست که مجبور میشه خودش رو در مقابل کل توده مردم میبینه که در خیابان حضور دارن، یعنی نه مقابل یک نیرو ببینه که فقط با این در جنگه، بلکه با توده مردم نلن در جنگه، با مردمی که تو خیابان دارن میگذرن در جنگ هستش و این رو به علیه ها به کار میبینه. از یک طرف این رو نشون میده، ولی این فاز در واقع یک فاز واقعا زنان ایران 35 سال بیشترین در واقع هزینه رو برای این جامعه دادن، برای این حکومت پرداخت کردن به خاطر قضاوت این حکومت، به خاطر زده زن بودنش، و حقش نیستش که الان هم جز نیروهایی باشن که باز هم باید بیشترین در واقع هزینه رو بپردازن برای اینکه این در رژیم هستش که در حال زوال هستش. این یک هشت، یعنی الان یک فاز جدیدی شروع میشه. ما 25 نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان رو در پیش داریم، 4 آذر، و شاید بشه جامعه ایران رو برای این روز، برای یک حضور و مخالفت با این واقعا رژیم، با این سبعیت رژیم، در واقع به اعلام موجودیت بکنین جامعه. این نیروهایی که مخالف این شقاوت و این جناعت در واقع رژیم هستن اعلام موجودیت بکنن به مناسبت این روز، و امیدوارم که موفق بشن. البته همین عزیزی، این مصاحبه که الان داره سه شنبه صورت میگیره، من در رسانه ها میدیدم مردم اصفهان برای روز چهارشنبه اعلام تظاهرات کردن. بله دیدم. آره، بر علیه و اون سه نفری که گفتی در روز سه شنبه این فاجعه براشون افتاده، قبل از اونم حداقل 8 مورد دیگه هم بوده که البته رژیم تاکنون فقط 4 موردش رو پذیرفته و گفتم هیچ ربطی هم به اون سخنان آیت الله طباطبایی که قبل از این اسید پاشی ها در اصفهان در نماز جمعه گفته بود که دیگه تذکر زبانی لسانی کافی نیست و باید چوب تر استفاده کرد، نداره و اینا. در صورتی که ما میدونیم که برها این مذهب شیعه مبتنی هست بر فتوای فقها، و هر مسلمان پیرو به یک آیت الله میتونه با در دست داشتن چنین فتاوی بره خودش رسن دست به جنایت بزنه. ما در گذشته شاهد قتل کارگران تجارت سکس یا زنانی که به خاطر فقر تنفرکی میکردن، قتل عنکبوتی نامیده میشد، درست؟ یا در خراسان و کرمانشاه. بله، در کرمان هم مثلا شاهد اون قتل های محفلی بودیم که توسط بسیجی ها صورت گرفت با در دست داشتن یکی از به اصطلاح فتوای یکی از این همین فقها. خوشبختانه، ولی خب البته خوبه که ما، البته ببخش من این وسط باید بگم که رژیم فقط سابقش به اینها ختم نمیشه. رژیم جمهوری اسلامی سینما رکس آبادان رو هم به وجود آورده که نسلای من اون رو به خاطر دارن، ولی خب اکثریت جمعیت ایران اون رو نمیدانه. آره درسته، اون سینما رکس که اون فاجعه رو که یکی از جنایات بله. آره چیز بود، ولی در این حال که حالا خب خوبه که جنبش زنان آمادگی داشته باشن به ویژه در داخل کشور برای همین روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان، ولی ما شاهد کارزارهای خوبی هستیم، یعنی کارزار دفاع از ریحانه جباری برای جلوگیری از اعدام او که قربانی تجاوز جنسیه، کارزار دفاع از قنچه قوامی که برای دفاع از حضور زنان در ورزشگاه ها الان تو زندان و اتصاب قضا کرده، من نمیدونم کارزار دفاع از نسرین ستوده که از حق وکالت محروم شده، امروز من تو خبر دیدم که جلوی دادگستری دست به تحصن زده، و کارزارهای دیگر که مهمترینشون همین نافرمانی میلیونی عظیمیه که زنان ایران در طول 35 سال گذشته کردن در ماه های گذشته با هم کارزار آزادی های یواشکی، و الان رژیم داره از طریق اوباشان حزب الله از اونها انتقام میگیره. به هر حال اگه تو جنبندی داری، نکته پایانی داری که میخوای با بینندگان ما در میان بذاری، خوشحال میشیم بشن. من یه چیز رو فقط میخوام توجه بدم، بنابراین چیزی که از سابقه جمهوری اسلامی گفتیم و
از سینما رکس گرفته تا قتلهایی که موسوم به قتلهای عنکبوتی شد در مشهد بودش و یا قتلهایی که محفلی بوده در کرمانشاه بوده. همه اینها رو اگر یادتان باشه همیشه رژیم با جلو انداختن و گردن شخص معینی در واقع یکی از کسانی که واقعا فقط عامل قضیه بود نه عامل قضیه بود و در واقع قصاص سریع اون سعی کردش که همه این در واقع جنایاتی رو که کرده بپوشانه و اصل قضیه رو سازماندهی این قضیه رو پشت این در واقع جنایات چه سازماندهی صورت گرفته در واقع این رو لاپوشانی کنن نیاره. من فقط یک هشداری فکر میکنم یک به حساب آماده بودن این رو باید داد به جامعه ایران که این بار فقط به این که کسی رو متصور رو میگیرن و ببرنش پای قصاصی یا اعدامی نباید به هیچ وجه در واقع با این نوع وسیله هایی که واقعا وسیله عقب مانده ترین یعنی وحشی ترین وسیله در واقع سیستم قصاص یعنی سیستم قضایی ما هست سیستم قصاص است نباید با اینها در واقع مقابل به مثل اینطوری کردش و خواهان پیدا کردن آمران اصلی اون کسانی که این جنایات رو برنامه ریزی میکنن. البته با بخشش مشخص هستش آقای امام جمعه این صحبت رو کرده امام جمعه اصفهان ولی واقعیت این هستش که این میتونه در که شهرهای دیگر هم وجود بیاد. این فقط مربوط به اصفهان نیست و من امیدوارم کل جامعه ایران در این رابطه حمایت خودشو از نیروهای مترقی اصفهان از زنان اصفهانی اعلام کنه و حضور پیدا کنه در این به حساب مقابله با این روش سقابت رژیم. خب حمیلان اسکیلی عزیز، من بی‌نهایت از سپاسگزارم که در این گفتگو با بینندگان تلویزیون برابری همراه بودید. ممنون هستم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. بگونم به خط کشیدن رو پر پرواز رویا، بگونم به سنگ پروندن، به قناری، به شقایق، به سیاه کردن آینه، به قفس کردن مهتاب، بگونم به سنگ ساره دوتا پروانه عاشق، کچو از ترس و به سایه، بگونم که کوچه گل بارون شه، به سکوت و شب بگونم، بگونم که عاشقی آسون شه، بگونم آره به ستاره، بذار از صدات نخ شب باشه، به رهایی بگو آره، بگو آره که جهان ترانه، بگو آره به شکفتن، بگو نه به رمز و راز و به اشاره ها، بگو نه تو به این نوع شدن از نوع، بگو آره بگو آره به دوباره دل سپرد.